در برنامه امروز می‌خواهم درباره باران شهاب‌ها سخن بگویم. در گذشته به برخی از جنبه‌های شهاب‌ها و سنگ‌های آسمانی پرداختم. در اینجا می‌خواهم درباره یکی از پدیده‌های تماشایی مربوط به آنها سخن بگویم. اگر شبی بی ابر و بی مهتاب بیرون از شهر، جایی که نور مصنوعی مزاحم نیست، مدتی به آسمان نگاه کنید، ممکن است ببینید که گاهی درخشی در آسمان پدیدار می شود، چنان که گویی ستاره‌ای فرو می افتد. این پدیده شهاب نامیده می شود. انسان هزاران سال آن را دیده بود، ولی نمی دانست از کجا سرچشمه می گیرد. تا صده 19 ها می پنداشتیم که این پدیده است که درون جو کره زمین روی می دهد و این نظر ارسطو بود. او می گفت شهاب‌ها چیزی همانند آذرخش و تندرند که در ابرها پدیدار می شوند. به پندار او جریان‌های باد خشک و گرم که از زمین برخیزند به بالا می روند، با گرمای خورشید داغ می شوند و آتش می گیرند. ارسطو این امکان را که شهاب‌ها از بیرون جو به زمین فرو می افتند رد می کرد، چون معتقد بود که فضای بالاتر از جو فلک ستارگان است که دستخوش دیگرگونی نمی شود. جهان ناآمیختگی است و ستارگان جاویدانند. فرهنگ های گوناگون برای پدیده شهاب ها افسانه ها ساختند. به طور کلی انسان هر وقت از فهمیدن چیزی ناتوان بوده است، خیال بافی کرده، افسانه ساخته و دچار انواع خرافات گشته است. بنابر اقرب الموارد قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمین قصد آسمان کند، فرشتگان به تیر آتشین وی را بزنند و از صعود او ممانعت کنند. بنابر افسانه های اسلاف ها هر وقت انسانی زاده می شود، ستاره‌ای در آسمان جای می گیرد. وقتی او می میرد، ستاره به پایین فرو می افتد و ما آن را به دیسه شهاب در آسمان می بینیم. بومیان آمریکا افسانه های بسیار درباره شهاب ها ساخته بودند. قبیله پاونیز افسانه‌ای داشتند درباره مردی به نام پهوکتا که تومه جانوران درنده می شود، ولی خدایان به او جان می دهند و او را به دیسه شهاب از آسمان به زمین می فرستند. در برخی فرهنگ ها شهاب ها بدشگون بودند، در برخی خوششگون. گفتم که تا آغاز های صده 19 هم انسان نمی دانست که شهاب ها چگونه پدید می آیند. نخستین بار که پی برد شهاب ها از بیرون از جو می آیند در سال 1803 بود. در یکی از برنامه‌های گذشته چگونگی آن را شرح دادم. پس از فرو افتادن سنگ‌های آسمانی در ناحیه لگل در نورماندی فرانسه، فرهنگستان دانشها اخترشناس ژان باتیست بیو را مأمور پژوهش در این باره کرد. بیو با سفر به محل و بررسی تکه سنگ‌های پیدا شده در گزارشی به فرهنگستان نتیجه گرفت که آنها از آسمان فرو افتادند. این نخستین بار بود که انسان از افتادن چنین سنگ‌هایی از آسمان مطمئن می‌شد. ولی باز هم چند دهه طول کشید تا انسان پی برد که چرا این پدیده روی می‌دهد. امروزه می‌دانیم که در راجمان یا منظومه خورشیدی افزون بر سیاره‌ها مقدار بسیاری ماده به صورت سنگ‌هایی با اندازه‌های گوناگون از چند میلی‌متر گرفته تا صدها کیلومتر به گرد خورشید می‌گردند. نیروی گرانشی زمین برخی از این سنگ‌ها را به سوی خود می‌کشد و آنها با سرعت ده‌ها کیلومتر در ثانیه وارد جو زمین می‌شوند. بر اثر اصطکاک با گازهای جو داغ می‌شوند و به دمایی بیش از 1500 درجه سانتیگراد می‌رسند. در نتیجه به درخشش در می‌آیند. درخشش آنها در فرازای در حدود 100 کیلومتری چند ثانیه‌ای بیشتر به درازا نمی کشد. بیشتر این سنگ ها ریزند به اندازه دانه های شن. هر شبانه روز صدها تن از این گونه ماده از فضا وارد جو
جو زمین می شود. مقدار بسیار زیادی از این فرو افتادن ها هنگام روز روی می دهد که دیده نمی شود. البته همه این سنگ ها ریز و کوچک نیستند. به طور آماری هر سال یک سنگ به بزرگی 200 متر وارد جو زمین می شود که در فرازای در حدود 100 کیلومتری بر اثر گرما از هم پاشیده می شود و تنها تکه های کوچک آن به زمین می رسند. باز هم به طور آماری هر 10 سال یک سنگ 10 متری با زمین برخورد می کند. هر 800 سال یک سنگ 50 متری. هر 1 میلیون سال سنگی به اندازه 1 کیلومتر با زمین برخورد میکند. هر 100 میلیون سال سنگی بزرگتر از 10 کیلومتر. چنین رویدادی فاجعه به بار میآورد، زیرا میتواند زیست را در کره زمین نابود کند، چنان که بارها در تاریخ کره زمین روی داده است. در گذشته درباره برخورد سنگهای بزرگ و پیامدهای آن سخن گفتم، در اینجا تکرار نمیکنم. شاید بخواهید بدانید که اگر شبی در بیابان نتاریک آسمان را بنگرید چند شهاب می‌بینید. این بستگی به این دارد که جو تا چه اندازه صاف و بی‌ابر باشد، به ویژه در ارتفاع‌های بالای آن و در چه فصلی از سال باشید. اگر اوضاع و احوال جوی ایدئال باشد، در ماه فروردین در آغاز شب به طور آماری هر ساعت 2 تا 4 شهاب دیده می شود، در پایان شب 2 برابر بیشتر. اینکه در پایان شب شهاب های بیشتری دیده می شوند به این سبب است که کره زمین در همان سویی که به گرد محورش می چرخد به گرد خورشید می گردد. به سخن دیگر جهت روز جهت پیشروی زمین در مدارش است و چون سنگ ها در مدار زمین قرار دارند، برخورد با آنها در آن جهت بیشتر است. در مهر ماه پس از شامگاه 4 تا 8 شهاب دیده می شوند، در پایان شب تقریبا 2 برابر بیشتر. اینکه چرا تعداد شهاب ها به فصل بستگی دارد به 2 علت اصلی است. یکی اینکه توزیع این سنگ ها در پیرامون زمین یک نواخت نیست، در جاهای تعداد آنها بیشتر است، در جاهای کمتر. در ماه های شهریور و مهر کره زمین به جایی می رسد که چگالی سنگ ها بیشتر است. علت دیگر تغییر جهت محور زمین نسبت به خورشید است. آنچه گفتم درباره شهاب های پراکنده یا شهاب های گهگاهی است، یعنی شهاب هایی که تک و توک وارد جو زمین می شوند. اما گاهی بارانی از شهاب در آسمان روی می دهد. تعداد شهاب ها به صدها یا بیش از 1000 در ساعت می رسد. انسان چنین پدیده ای را از باستان زمان دیده و در شگفت شده است. برای نمونه در اوستا یشت 8 ستاره تیشتر با پریان که به دیسه ستر و کرما کرم ستاره پدیدار می شوند می جنگد. این افسانه به احتمال بسیار درباره شهاب هایی است که هر سال در حوالی 25 آذر ماه بارانی از آنها در بخشی از آسمان نزدیک به ستاره تیشتر پدیدار می شوند. یکی از این باران های شهابی که هر ساله در ماه اوت روی می دهد از 2000 سال پیش شناخته اروپاییان بوده است. در شب های 9 تا 14 اوت از ناحیه معینی در آسمان ساعتی در حدود 50 شهاب فرو می بارد. مسیحیان به این رویداد اشک سان لورنزو می گفتند، به نام یکی از نخستین مقدسان مسیحی که در سال 258 به دست رومیان کشته شده است. می گفتند که نامبرده در آغاز ماه اوت شهید شده و از این روز که هر ساله در این تاریخ ستارگان از اندوه می گریند. باید دانست که در همه دینها مبلغان برای جلب مردم دروغهای فراوان ساختند. نخستین بار که توجه اخترشناسان به طور جدی به پدیده باران شهابی جلب شد در سال 1833 بود. در شبهای 12 و 13 نوامبر 1833 پدیده شگفت‌انگیزی روی داد. در آمریکای شمالی در بخشی از آسمان که در آن هم‌اختران یا صورت فلکی شیر قرار دارد، در هر دقیقه بیش از 1000 شهاب پدیدار شد، یعنی ساعتی نزدیک به 100,000. و این در واقع باران شهابی نبود، طوفان شهابی بود.
تا آن موقع اخترشناسان چندان به شهاب‌ها توجهی نداشتند. بسیاری میپنداشتند که آنها پدیده‌های جوی هستند. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا چنین چیزی در گذشته هم روی داده است یا نه؟ بررسی مدرک‌های گذشته نشان داد که چنین رویدادی در شب‌های نوامبر دست کم 7 بار در گذشته ثبت شده است، از سال 1029 میلادی در مصر تا 1833. اما چه چیزی این پدیده را به وجود می‌آورد؟ کسی که پاسخ این پرسش را یافت اخترشناس ایتالیایی جوانی اسکیاپارلی بود، بیش از 30 سال بعد در سال 1866. اسکیاپارلی پی برد که دنباله‌دارها که در مدارهایی به گرد خورشید در گردشند، گاهی مقداری از جرم خود را بر اثر گرمای خورشید از دست می‌دهند، چون هسته آنها از مواد یخبسته درست شده است. موادی که از دنباله‌دارها رها می‌شوند در طول مدار دنباله‌دار قرار می‌گیرند، و چون زمین هم به گرد خورشید می‌گردد، وقتی کره زمین در حرکت سالانه خود مدار یکی از این دنباله‌دارها را قطع می‌کند، با این ماده رها شده روبرو می‌شود که به فراوانی به سوی زمین کشیده می‌شود و وارد جو زمین می‌شود. اسکیاپارلی حتی توانست تعیین کند که باران شهابی ماه‌های اوت از مواد کدام دنباله‌دار سرچشمه می‌گیرد. ویژگی باران شهابی این است که به نظر می‌رسد شهاب‌ها از یک نقطه در آسمان بیرون می‌زنند. این نقطه را تاب سر می‌نامیم، از تاب تابش و سر به معنای محل آغاز قله. در انگلیسی به تاب سر رادیانت می‌گویند. وجود نقطه تاب سر از اینجاست که ذره‌ها به طور موازی حرکت می‌کنند و از زمین که با آنها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مسیرها به هم می‌پیوندند، همچنان که ریل‌های راه آهن بر اثر پرسپکتیو ظاهراً در دوردست به هم می‌رسند. همکنون به وجود ده‌ها باران شهابی پی برده‌ایم که در ماه‌های گوناگون سال پدیدار می‌شوند. هر یک از این باران‌ها از بازمانده‌های مداری دنباله‌دار معینی سرچشمه می‌گیرد. تقریبا در هر یک از ماه‌های سال بارانی شهابی روی می‌دهد، ولی همه آنها به یک درخشندگی نیستند. وقت ما به پایان رسید. حتی شدت یک باران شهابی معین از سالی به سال دیگر تغییر می‌کند و این بستگی دارد به فعالیت دنباله‌دار.